تو بحث فضائل زیارت به حج و جهاد اشاره شد. حالا یه مواردی هست تو فضائل زیارت امام حسین علیه السلام که دیگه برا بنی بشر قفله، اصلا نمیشه بهش فکر کرد. روایت رو ملاحظه بفرمایید. حضرات فرمودن تو قیامت منادی ندا میده که کجان زوار حسین علیه السلام، میگه یه جمع زیادی از جا بلند میشن. سوال میکنن ازشون برا چی رفتین زیارت امام حسین؟ میگن به جهت محبت پیامبر و علی و فاطمه و طلب رحمت به آنچه از آن حضرت صادر کردیده. جواب میاد، پنج تن آل عبا رو نشون میدن و میگن ایشان محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیه السلام هستن، به آنها ملحق شوید، شما با ایشان و در درجه و مرتبه ایشان هستید. سبحان الله، الله اکبر. زائر امام حسین در درجه و مرتبه اهل بیت قرار میگیره. هر کس مختصر آشنایی با مقامات و خلقت نورانی اهل بیت داشته باشه متوجه میشه که چه خبره داستان، ما کجا اونا کجا، و به واسطه این زیارت چه تفضلی داره میشه. همین یه روایت نیستم. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که قبر حسین ابن علی رو زیارت کنه در حالی که حقش رو بشناسه، خداوند نام اون رو در شمار علیین می نویسه. حالا برو تو روایات نگاه کن ببین علیین کیا. یه روایت دیگه بیان کنم و حرف تمام. سبحان الله، روایت خیلی سنگینه. منظار قبر الحسین به شط الفرات کان کمن زار الله فوق عرشه. اینجاست که میبینیم من و شما که هیچ، سید بحرالعلوم ها تو باب فضائل زیارت سید الشهدا علیه السلام حیران بودن، سنگین بوده مطالب براشون. حالا یه نکته خیلی مهم، این فضائل عظیم گل روی امام حسین داره شامل حال ما میشه، هزینه‌شو امام حسین داده، مواردی که هیچ جای دیگه و با هیچ عملی برامون محقق نمیشه. ما تمام این موارد رو مدیون امام حسین و هممون این ادعا رو داریم که امام حسین رو دوست داریم. به زبونی هم هست، حالا ادعاش رو داریم. این امام حسینی که ادعا داریم دوستش داریم، اگه درخواستی از من و شما ظاهر داشته باشه چی کار میکنیم؟ اجابت میکنیم، اطاعت امر میکنیم، سمعا و طاعتا هستیم. خیلی مواظب باشیم، امام حسین علیه السلام از زوارشون یه انتظاری دارن و این انتظار رو چندین بار تذکر دادن. مبادا به درخواست عزیز فاطمه تو این سفر کم توجهی کنیم، مبادا نسبت به تقاضای ایشون کوتاهی کنیم، که اگه این گونه باشه ما خیلی قدر نشناس خواهیم. عاشق شده توی تنهاییام با تو حرفامو زدم، هیچ کس مثل تو نبود، رفتم دورامو زدم، آشفتم کربلا، گفتم خونت، گفتم کربلا، دست و پامو که گم می کنم رو خاکت پژمردم کربلا، خیلی غصه خوردم کربلا، هر کی حرفاشو یه جایی زد، من حرفامو بردم جان، بغلم کرده آقا ملان، رسیدم به رویاهام الان.